راستش من اصلا جرأت نمی کردم که به مادرم بگم. من و یکی از خواهرام رفتیم اوین. رفتیم اوین اونجا بهمون تا اسمشو گفتم، گفت برین اتاق بغل. ما رفتیم اونجا، خلاصه توی نوبت رو صدا زدم. من رفتم شماره 18، هیچگاه این شماره یادم نمیره. من رفتم جلو گفتم که من میام. گفت که تو خیلی بچه ای، برو. خواهرم گفت که من میام تو. خواهرم رفت تو. نمیدونم، نمیتونم احساسم رو براتون بگم. اون مثل این که میدونی ولی نمیخوای باور کنی، میدونی ولی نمیخوای بشنوی. چند دقیقه نمیدونم چقدر گذشت، صدای جیغ خواهرم رو شنیدم، ولی توان این که تکون بخورم رو نداشتم. مثلا انگار پاهام فلج شده بود اونجا. پیش خودم فکر میکردم یعنی تموم شد. به معنای واقعی این کلمه، خود به چشم خود دیدم که جانم میرود. بعد از اون یک هفته بعد ما به خاوران رفتیم. به خاوران رفتیم، دیدیم که قسمت خاوران اصلا تغییر کرده، خیلی عوض شده. بخش حدود 12 یا 13 نفر بودیم، بیشتر مادر بودن و خواهرای بزرگ ما. وارد شدیم قسمت بالا، دیدیم که پلاستیک های سیاه رنگی از زیر خاک زده بیرون، کلاغ های زیادی روی زمینه. تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. ما گیج و منگ بودیم، یعنی چی؟ یعنی اینا بچه های ما هن؟ اینا عزیزای ما هن که اینجوری انداختنش تو این کانال ها؟ یعنی امکان داره که یه همچین بلایی سر این بچه ها آورده باشن؟ من همونجا خانواده ها حالت عادی دیگه نداشتم، به خصوص مادر ها. شروع کردن زمین رو با چنگ کندن. نمیدونستم، من بازم چون سنم کم بود نمیدونستم باید چی کار کنم. از طرف میدونستم میترسیدم، فکر میکردم شاید اولین نفرم اونه بد باشه. خواهرم، مادرم دست کشید یک تیکه شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه، من تو پیدا کردم. گفتم من کشیدمش، فکرم راست میگه، کشیدمش بیرون، دیدم جدا شد از همینگه، جدا شد، تیکه تیکه شد. گفتم نه نکنیم این کارو، نکنیم. زمین تمام تیکه به تیکه رو هم انداخته بودم، یه تیکه دست، تیکه. فقط اونجا یکی از مادرها شاید واقعا عاقلانه برخورد کرد با اون همه فشاری که بهش بود. گفت که نکنید، این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون، کلاغ از این بیشتر. هر کاری هم میکردیم زمین خاکش خیلی صفر بود، گفتیم ببوشونی بشه، نمیدونستیم از کدوم، خیلی وسیع بود، خیلی زیاد بود. از اون طرف سپاه با ماشین اومد. سپاه اومد، خیلی برخورد، لگد میزد، میزد مادر رو، پاشین از اینجا بریم بیرون، ما رو انداخت بیرون. همونجا تصمیم گرفتیم، گفتیم که مثلا یکی میگفت بریم ماشین خاک بیاریم، خاک بریزیم روشون، بپوشونیمشون، نمیدونستیم اصلا باید چه کار بکنیم. از این طرف میدونستیم که اینا عزیزای ما هن. اون موقع اصلا هیچ فکری به خاطرمون نمیرسید. از اون به بعد ما هر هفته میرفتیم، همینجوری که توی تصاویری که شما از خاوران میبینین، اونجا ما گل میذاشتیم. زمین رو هر جوری بود، یک جوری برای اینکه بتونیم برای خودمون قبول کنیم که اینجا خاک خاورانه. در اون خاک خاوران ما وقتی وارد میشدیم، به خصوص مادرها بوسه میزدن به اون خاک. اون خاک برای ما خیلی مقدسه، خیلی برای ما عزیزه، چون سند جنایت این خاوران ما نگه داشتیم که سند جنایت. شما باید خاوران رو ببینین، خاوران الان رو باید برین ببینین که چه بلایی سر این خانواده. یعنی حتی ما رو از داشتن یک مراسم معمول برای عزیزانمون محروم کردن. حتی اونا رو به قول یکی از دوستانم میگفت در مرگشون هم ظلم کردن، یعنی حتی اون شکل اونا رو دفن کردن اونجا. و حتی الان هم خانواده های ما در امان نیستن.
متاسفانه و فکر میکنم نه من نه هیچ کس دیگه اینو نمیدونه. فقط ما در مورد اون هیئت مرگ میدونیم که اشراقی، حسین علی نیری، مصطفی پور محمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسی یا همون ناصریان، داوود لشگری، حمید نوری یا همون عباسی، به اسم عباسی معروف بوده، اون هیئت مرگ رو تشکیل میدادن. ولی اینکه چه کسی اونا رو برده، دار زده، کشته، حتی ما شنیدیم که دار زدنشون هم به قول یکی از دوستان دیگه‌مون تعریف کرد، حتی در اون لحظه هم به اینا چیز نکردن، در زیر زمین شوفاش خونه با یک ارتفاع خیلی کم بچه‌ها رو دار زدن، که زمانی که ما در خاوران یک کسی که وضعیت روحی خوبی نداشت رو به روی خاوران بود، به ما گفت، اومد به ما گفت که من این بچه‌های شما رو صداشون رو شنیدم شب که آوردنشون با ماشینای باری خیلی بزرگ، من صداشون رو شنیدم. ما اول فکر کردیم که این وضعیت روانی خوبی نداره، داره این حرفا. گفت قسم می‌خورم من صدای اینا رو شنیدم، زنده بودن که اینا رو آوردن اینجا. بعد از اون ما دیگه اون فرد رو ندیدیم. یه خونه حصیری روبروی در خاوران داشت دیگه، اون رو هرگز ما ندیدیم. ما نمیدونیم چه بر اونا گذشته، چه کسی حکم داده، چه کسی حکم رو اجرا کرده. امیدوارم با تلاش شما بتونیم این افراد رو پیدا کنیم و عاملین و عاملین این جنایت رو بتونیم محاکمه کنیم.